سلام و درود بینندگان گرامی، امروز هفتمی مارس سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد، با ما بمانید. باز یک روزنامه‌نگار دیگری تاجیک ناپدید شد. مذاکرات نوی گروه های تپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان. تصدیق خبری از دو تیوی. یک روزنامه‌نگار تاجیک را افراد ناشناس بازداشت و به مکان نامعلوم می‌بردند. پیوندانش مکان بازداشت او را می‌جویند. دو شخص ناشناس که در تن لباس ملکی داشتند، 6 مارس سال جاری روزنامه‌نگار تاجیک خورشید فاضلوف را تقریبا ساعت 15:00-15:30 در داخل اداره مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شهر پنجکن دستگیر و به مکان نامعلوم بردند. کارمندان این اداره که شاهد حادثه بودند در صحبت با ازیا پلوس گفتند که خورشید فاضلوف را دو شخص نامعلوم از داخل اتاق گرفته بودند. گفته میشود خورشید فاضلوف تا ماه ینوار طبق شرنامه در دایره یک لایحه با اداره مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شهر پنجکن همکاری میکرد و دیروز 6 مارس برای خبرگیری همکاران پیشی نشرفته بود است. شاهدان میگویند که صبح امروز 7 مارس باز 4 نفر دیگر با لباس ملکی آمده کامپیوتر را که او کار میکرد گرفته با خود بردند. همکارانش سبب و مکان بازداشت خورشید را پرسیدند، اما جواب نشنیدند. در همین حال نزدیکان ژورنالیست نیز گفتند که با گذشت یک شب و روز نمیتوانند او را پیدا کنند و با وجود مراجعت به همه اداره های شهر پنجکن کسی به آنها جواب مشخص نداده است. توسط چند نفر فهمیدیم که در اداره امنیت شهر است. وقتی به این اداره رفتیم تصدیق کردند که خورشید در این اداره است و بعد بازپرسی جواب میدیند، گفته است یکی از نزدیکان روزنامه‌نگار. مقامات حال سبب بازداشت این روزنامه‌نگار تاجیک را شرح ندادند. خورشید فاضلوف که از منطقه ظرفشان برای رسانه‌های مستقل خبر و گزارش می‌نوشت، پیشتر او را برای همکاری با سامانه خبری زمان فعال اخبارکام همراه چند روزنامه‌نگار دیگر در یکی از برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان نمایش داده بودند. این باری اول نیست که یک روزنامه‌نگار تاجیک از جانب افراد ناشناس بازداشت و به جای نامعلوم برده می‌شود. در گذشته مقامات تاجیک برای فشار دادن بر روزنامه‌نگاران آنها را بازداشت و ساعت‌ها بازپرسی می‌کردند. تنها سال گذشته مقامات تاجیک چند تن از بلاگران و روزنامه‌نگاران از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی بک سعید امینی، الفت‌خانی محمدچای و محمد سلطان خوشروز جمعیف و عبدالستار پیر محمدزاده را با اتهامی ساخته از جمله رساندن اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهگار نموده آنها را برای از 7 تا 20 سال به زندان محکوم کردند. روزنامه‌نگارانی بازداشت شده خود را بی‌گناه می‌شمارند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق نیز این روزنامه‌نگاران را بی‌گناه می‌دانند و آزادی آنها را از مقامات تاجیکستان طلب دارند، اما مقامات کشور همیشه این طلب سازمان‌ها را نادیده می‌گیرد. گروه های تپوگرافی بین حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس سال جاری مرحله نوبتی مذاکرات را در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز مشترک برگزار می کنند. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که مذاکرات نوبتی هیئت های تپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان روز 10 مارس سال جاری در دوشنبه آغاز شده تا 16 این ماه ادامه می یابد. هیئت حکومت جمهوری قرقیزستان از 10 تا 16 مارس سال 2023 در دوشنبه با همکسبان تاجیکستان ملاقات برگزار نموده، در آن مسئله دلیمیتاسیا و دمرکاسیا قطعه عمومی سرحد دولتی را بررسی خواهند کرد. تا حال در این باره رسانه‌های رسمی تاجیکستان معلومات نشر نکردند. باری آخر ملاقات گروه‌های کاری تپوگرافی هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه 13 ژانویه سال جاری برگزار شده بود. مقام تاجیکستان بجز گفتن این که پروتکل های دخلدار به امضا رسید، از دادن جزئیات توافقات این واخوری ها خودداری میکنند. مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان حدود 980 کیلومتر را تشکیل میدهد. تقریبا از 3-2 حصه این مرز مشترک معین و علامت گذاری شده است. اما نقطه های بحث برانگیز که سالهای اخیر سری آنها درگیری های مسلحانه و کشتار شهروندان دو کشور صورت گرفت، تا حال نامعین باقی مانده است. مکانی بود و باشی فعال سیاسی تاجیک عبدالله شمسدین که نزدیک به 2 ماه پیش از آلمان به تاجیکستان اخراج شده بود معلوم گشت. امروز 7 مارس سال 2023 سامانه رادیو آزادی در استناد به منابع خود در اروپا تایید کرد که
فعال سیاسی تاجیک عبدالله شمس‌دین در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. اما تا حال هیچ نهادی در تاجیکستان رسما مکان بازداشت عبدالله را نگفتند. پیش از این وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده و پروکوروری ژنرالی یوسف رحمان در صحبت‌های علاهیده به رسانه‌ها گفته بودند که درباره در کجا بودن عبدالله شمس‌دین اطلاع ندارند. این در حالی است که 27 فوریه سال جاری از دتیوی در استیناد به پیوندان عبدالله شمس‌دین خبر داده بود که این فعال سیاسی در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه قرار دارد و از ترس سیمومین یتیموف هیچ کسی از مقامات قدرتی جرأت نمی‌کنند که در این باره چیزی بگویند. گفته می‌شود مقامات آلمانی فعال سیاسی تاجیک عبدالله شمس‌دین را 18 ژانویه سال جاری طریق ترکیه به تاجیکستان اخراج کرده بودند. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی این فعال سیاسی را از داخل هواپیما بازداشت کرده با خود بردند و تاکنون هیچ نهادی در تاجیکستان رسما درباره این بازداشت به رسانه‌ها اطلاع نداده است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل اخبار بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دو تیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دو تیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.